د کاب نیوز قدرمن لیدونکو سلام، ستړي مشه. طالبانو په کندوز او پلیخومري خارونو لبریدونو وروسته په کابل کې مرګونه برید کړی. د موټر بمپ وسیله د برید د نهمي امنیتي حوزې مربوطاتو کې د گرین ویلج په نوم د بهرانیانو په یو کمپ کړی، خو یو سلو دیرشو کسانو ته چې اکثریت یې د سیمې اوسیدونکي او ملکي خلک دي تلفات اوښتي. امنیتي سرچینو ویلي دا چاودنه دومره قوي وشي تر یو کیلومتره پورې سیمه یې اغېزمنه کړې ده. طالبانو ویلي دا برید د هغو عملیاتو په غبرګون کې کړی چې بهرانیانو او افغان ځواکونه په کلیوالو سیمو کې کوي او عامو خلکو ته پکې تلفات وړي. نننی ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره امنیتي شنونکی جنرال ظاهر عظیمي میلمه دی. جنرال صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په دغسې یو مهال چې خلک سولې ښه خبر او زیری ته په تمه دي، په کندوز باندې برید کېږي، ورپسې په دویمه شپه په پل خمري باندې برید کېږي، نورو لوی وړو ښارونو کې چاودنه کېږي، او بالاخره بیګا موږ په کابل کې د یو بدې پېښې شاهد وو، ستاسو په نظر تاسو څنګه ارزوئ دغه بریدونه په دغسې یو زماني وخت کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همکارای خوبتان، بیننده های بسیار گرامیتان، درود میفرستم بروی شهدا و همچنین بر زخمی ها آرزوی سلامتی میکنم. دست سربازایی که به خاطر حفظ ناموس وطن میجنگن میبوسم. خب این اواخر عناصر و عوامل مهم در رخدادهای افغانستان تأثیر گذار هست که باعث شده جنگ شدت پیدا کنه. هرچند بعضی ها در این نظر هستن که تشدید جنگ باعث تقویت موقف میشه، من موافق هستم که چنین چیزی هست، اما در حال حاضر دیگه اون توافق صورت گرفته، یعنی مراحل نهایی خود میگذرانه. بحث عملات کندوز و بقلان چندین جهت داره. جهت اول، طالبا یک مقدار اختلافات بسیار شدیدی بین خود دارن، یعنی سر مسئله صلح بسیار تنش‌ها زیاده. شدت جنگ به خاطر امو حفظ یا نگهداری وعدت درونی هست، یعنی که طوری وانمود چه کنی جنگ ممو شدت علیه به اصطلاح از اونا اشغالگرا یا مزدورای امریکا جریان داره که باعث نشه که این فروپاشی یا این فاصله بسیار علنی شه، هرچند تا حد زیادی علنی شده. مثلا کلپ های از نفرای مولا رسول آخونزاده در قرب برآمد، به چیزی که مولا نیازی سخنرانی میکنه. موضوع دوم نمایش قدرته، یعنی میخواین که در آستانی ازی که احتمالاً در مذاکرات بین الافغانی با اساس توافقاتی که با ایالات متحده آمریکا دارن یک آتش بس صورت بگیره، و در این آتش بس اگر صورت میگیره بسیار مهم است برای طالبا که بتانند بعضی نقاط مهم داشته باشند. از لحاظ نظامی چندین ولایت بسیار اهمیت داره، به طور مثال کندوز. کندوز هم دو بخش شمال رو به هم متصل میکنه که اگر شما کندوز در اختیار داشته باشین میتونین سر بلخ و فاریاب و این ولایت هم تأثیر گذار باشین، میتونین سر بدخشان و بقلان و تخار هم تأثیر گذار باشین، و از طرف دیگه یک مرز طولانی با تاجیکستان داره. این مورد دوم. مورد سوم از لحاظ اقتصادی گمرک اهمیت داره. مورد چهارم شورای شمال کابل ولایت غزنی با ممدغه اهمیت لري، غزنی هم اهمیت داره، مشخصا د کابل فاریاب هم اهمیت داره، اچر فرام هم اهمیت داره. یعنی چند ولایت هست که اینا زمین ندی که خود اینا مهمه، میتونه هم اسای اطراف خودم یا ولایت های هم جوار خودم تحت تاثیر بگذاره. همدی کابل متاسفانه یک عملی بسیار خطرناک و بسیار یک حادثه پر از تراژدی و اندو، اما چنین حادثات باید همیشه در نطفه خونساشه. شما یک فرضیه در نظر بگیرین که نمی تراکتوری که مواد انفجاریه داشته، در هر جایی که کابل شما ایره متوقف میکردین در همونجا انفجار میکرد.
جناب صاحب دقیقا پوښتنه همدلته ده. تاسو مخکې د ناامنیو عواملو باندې بحث وکړ، که په ټوله کې راشو په عمومي لحاظ بهرني آباد لري او داخلي آباد لري. بهرني آبادو کې موږ ویلی شو چې د سیمې او نړۍ استخبارات دي غواړي په افغانستان کې خپل برلاسي ولري، خپل اهداف ته ورسیږي. که داخلي آبادو ته راشو، ستونزې د امنیتي ارګانونو او په د امنیت برخه کې ډېرې دي. څه فکر کوئ په تیرو کلونو کې د دغو ستونزو د موندلو دپاره او مشخصه کولو دپاره څومره کار شوی؟ همینې میخواستم خدمت شما عرض کنم. پاسخم هم خدمتان همین بود. ببینین، یک تراکتور بایقدر مواد میرسه به گرین ویلیچ، ای از کجا آماده، ای در کجا پرکاری شده، این مواد دادی از کجا تهیه شده. طبعا که با این مواد حال نمیشه که باز بگیم خب از پاکستان آماده، میته خود نمیشه. این در کابل بوده، در یک نقطه این مواد در اون نقطه بوده، در اون نقطه جاسازی شده، این محل شناسایی شده، حتی زمان انتخاب شده که چی وقت میتونه از لحاظ چک پوینت ها و بعضی مسائل تاثیرگذار باشه. دو نقطه را نمیتونیم ما و شما از کنارش به سادگی تیر شیم. یک شکی نیست که یک عوامل نفوذی وجود داره که همه زمینه را مساعد میسازه. ما کسی متهم نمی کنم، اما امنیت ملی و ارگانهای کشفی استخباراتی هستند که باید مشخص کنند. یادتان باشه وزیر داخلی قبلی آقای برمک در پارلمان راجبی مسئله بسیار اوریان صحبت کرد، گفت تمام انتریا با مطرای شیشه دودی آورده میشن به کابل. یک نقطه. نقطه دیگه بحث کشف از اینه، کشف یعنی باید این طوری یک کشف صورت بگیره که قبل از این که نمی مواد به مو خانه میرسه، عوامل از شناسایی شه، خانه شناسایی شه، طریقی انتقال مواد شناسایی شه. من درسته که این موضوع که بخ اینا نوعی کود کیمیاوی است که به سادگی در دسترس است، اما همین کود کیمیاوی هم ممنوعه. ای باید شناسایی شه که در کجا دیپو هست، دیپو هست به کجا. جناب صاحب دغه سرک شده اوز دا پیخه پیش شویده دقیقا 2002 دریم کال که لومله زنمرگ برید پا هم دغه سرک بشود. اقی نوروز تا په کابل کې ډیر بریدونه خایي په همدې حوزې مربوطاتو کې او په همدغه سرک شوي وي. مشخصا گرین ویلج په تیرو څو کلونو کې دریم څلورم ځل زما په یاد دي چې تر برید لاندې راځي. دا د مخالفینو پیاوړتیا ښیي که د افغان امنیتي ځواکونو او امنیتي ارګانونو ضعف ښیي ستاسو په نظر؟ خب مهم چیز کنم، تصحیح کنم که به دهها انفجار در این منطقه در این مسیر، یعنی سرکی که مشهور به سرک پل چرخی از صورت گرفته و من به یک زمان بیاد دارم که میگفتم سرک مرگ گرم میگفتن قبل از اینکه من کرک سال به کابل به حیث قومانان به دو چیز هست. یکی ضعف استخبارات ماست، یعنی در یک سرکی که به این شکل بار انفجار صورت میگیره ضعف استخبارات ماست. یک بود دیگه میست که انفجار و انتحار یک کار آسان است، یعنی هیچ کشوری هم نمیتونه بگونه سر جلوگیری کنه. یعنی شما در پاکستان میبینیم همیتونه هست، در عراق هست، در خیلی کشورات و در کشورهای پیشرفته هم گاهی اتفاق افتاده. به خاطر که یک آدم که حاضر میشه که جان خود فدا کنه دیگه بازو برای او یک در زمینه ساده تر است. اما ای بی منا توجیه نمیتونه بکنه که چرا جلوگیری نمیشه. کار یک بار نیست، کار دو بار نیست، کار سه بار نیست، به ده ها مرتبه در امی ساعت امی سرک انتحار انفجار صورت گرفته که باید ارگان های کشفی پاسخ بدن به مردم افغانستان. کابل که داخلی وزارت مرکز ده، دفاع وزارت ده، ملی امنیت لوی ریاست ده، ده امنیتی زواکون و تراکم تکو گورو لزگون وزارت رسیگی، کشفی و امنیتی ارگانون طول فعال دی، مخصوصا کامدغه وی پی خطر شو. تاسو په نظر کمکاری شوی کنه چې په گرین ویلج باندې څو ځله برید کیږي؟ حتماً. یعنی می سعی کنیم شما چقدر به داخل مردم داخل شهر مردم اذیت هستن. این می بینی یک رنجر استفاده کرد، یک وسایت دیگر استفاده کرد، شروع کرد به چک کردن در حالی که چک هم نیست. یک نگاه میکنه تو برو ایده نیست. حالا هیچ کس به پیشانی از این نوشته نیست که این تئوری که تو نگاه داری. اگر بخواین که ما به صورت دقیق یک موتر چک کنین، خب باز
به روزها طول میکشه تا یک مسیر باز بشه، ساعتانی به روزها. و اینقدر حضور فیزیکی که در شهر از لحاظ اوریانی است، من یک بار دیگه هم در این میز خدمت همکارتان گفتم، وقتی که میامدم بین رام سربازای کماندور دیدم سر چهار استاد هستن، بسیار متاثر شدم. من یک نظامی، من یک کسی که در می ساختن اردو عضو هیئت رهبری می ساختم اردو بودم، که چرا یک کماندور بیاید سر چهار استاد چه کار پلیس یا کار ترافیک بکنه؟ آموی از هم استاده، در حالی که اتر یک خطر هم نیست. تمام جلوگیری های امنیتی در کابل، جلوگیری حادثات امنیتی توسط کشف و استخبارات صورت میگیره، نه توسط حضور فیزیکی. کابل خواهد شهر نظامی نیست، حکومت نظامی نداره. از طرف دیگه هم که بفر زمیره بگیرین که ما ضرورت پیدا خواهد کردین به نیروهای اردو، پلیس در یک وضعیت نخواهد تا نسوزار کندل کنه، آدم به 4-5 نقطه شهر 4-5 مکان انتخاب میکنه، 50-50 نفر یا کمتر یا بیشتر نیروی همون جی مثال به کابل دروازی مثلا که دیشی چه اردو تست پرچی حالی اردو دن 4 دروازه داره، خود دن 40 رای دنگم تخمینی در نظر گرفته شده رای پیاده، خود 40-20 نفر که شما در همون جی بگیریم 80 نفر میشه، میتونین تمام همین راه هم زیر کنترل بگیریم، دروازه های کابل هم بیاد و زیر کنترل هست. اما با هم حال باید کشف فعال بشه. یک بخش دیگه هم بخش مردم است، کار مردمی هم بسیار مهمه. من خود خود میگم به این یک شروان، من در اینجا قصور دارم. آیا همی موته، همی تراکتور، همی وسیله نقلیه در یک خانه، در یک گاراژ انمی مواد جابجا شده یا نشده؟ آیا این همسایه داره یا نداره؟ آیا مردم می رفت آمدهای مشکوک همی مواد؟ خب مردم هم باید همکاری خدا بکنن، بسیار مهم است که هم همکاری مردم صورت بگیره و هم فعالیت های کشفی به استخباراتی. بازم میاداری میکنم یک مرتبه به تکرار که توسط هایتی چک پوینت های جلوگیری نمیشه. به هر چک پوینت که شما همی تراکتور استفاده کنین، به همون چک پوینت انفجار میکنه و تلفات سنگین داری هم میده. تاسو عمده عمل تاسو خبرنامه دا وخت چې ډیره برخه د امنیت د مدیریت برخه کې ضعف ده او کمزورتیا ده. په دغه عمر کلونو کې چې په بار بار تکراریږي، یوازې د یو سرک مثال تاسو خپل ویلې، یوازې د گرین ویلج د حملو تعداد 45 ته رسیږي. په دې برخه کې ولې کار نه کیږي؟ ولې ستاسو په نظر اراده یې نشته ده که وړتیا نه لرو؟ مهم یک بلانس ایجاد کنم، هم ضعف امنیت ملی است و مسئولیت هم به دوش امنیت ملی و دیگر نیروهای کشفی که در این راستا کار میکنن، هم جلوگیری از چنین حادثات غیر ممکنه که شما بطورت سخت جلوگیری کنیم، و هم مردم باید همکاری کنن. من میخوایم که این به داخل یک مثلث میره ارزیابی کنیم، اما مسئولیت اول که با مقابل مردم افغانستان داره مربوط ارگانهای کشفی و استخباراتی است. شک نیست که به صورت سخت جلوگیری نمیشه. طور مثال یکی از پیشرفته ترین استخبارات های دنیا در پاکستان است. وایسا یکی از استخبارات های قوی دنیا است که بعضی ها میگن حتی به مای سکس نزدیک که برابر باشه. اما در همون جمع شما حادثات میبینیم، اما اقدر گستره نه که در یک جاده به چندین بار دیگه مردم هم باید همکاری کنن، استخبارات هم باید تمرکز بیشتر کنه. یکی از اشکالات کار همیشه همی بوده که ما در بخش تعینات همیشه سلیقه‌ای برخورد میکنیم، چی در اردو، چی در پلیس، چی در امنیت ملی. همیگاه احساسات به اصطلاح یا قومی ما یا زبانی ما یا سیاسی ما نسبت به همی منافع ملی که کشور داره هموشت میکنه، چربی میکنه یا ایتو یک وجه استفاده کنه که به خاطر ازی که ما میگیم فلانی تعیین شه چون یک نسبت به ما داره یا فلان امتیاز سیاسی رو میتونیم ازی بگیریم. یک مقدار کادر مسلکی در همه بخشا چیز شده، از لحاظ ظرفیت پایین آمده. و طور مثال من بار بار گفتم سال گذشته بیش از 6000 دیگلوار تنها از اردوی ملی تقاوت کرده. بین از این 6000 دیگروال شما ارکان حرب داریم، ماستر داریم، شخصت های با تجربه دارین، اینا به خون همی مردم تربه شدن، 20 سال خدمت کردن، 30 سال خدمت کردن. ایتو بیک مرتبه شما بگیم بریم 6000 دیگروال به خانه خو انه ما یک امتیاز هم به شما میدیم که شما تقاوت کنین. این درست نیست. یک برنامه ریزی میشد که نسل جوان میامد به نسل
قدیم میپیوست و قدیم میره از صحنه استاسه بیرون میشد در یک پلان مثلا 5 ساله 4 ساله. این چیز شما در امنیت ملی داریم، این چیز شما در پلیس دارین که این از خلای مسلکی هم تاثیر گذاره. تاسو یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، هغه د امنیتی ورګانونو کې ګمارنه د سیاسي قومي او نورو ملحوظات له مخه دي. یو انتقاد هم دقیقا هم داده څومره په ځای ده دغه انتقاد ستاسو د نظر اویل کېږي چې ډیرو کسانو وړتیا او ظرفیت او دې په پام کې نه نیول کېږي، یوازې هماغه ملحوظات چې دي هماغه په پام کې نیول کېږي چې چا ته نږدې دی او چا د پاره کار کاملا دقیق میگین. اولا که از نظر عمومی همی کار درست نیست، یعنی همیشه باید بر اساس شایستگی و لیاقت باشه. و باز اگر ما با در نظر داشت شدی که میگیم جامعه افغانی هنوز به اون نقطه نرسیده، ما مشکلات داریم، باید حضور همه اقوام به شکلی از اشکال در قدرت باشن به خاطر اینکه اعتماد کنن، این کاملا به جا. اما دوسری ارگان باید از می چیز ببرا باشه، سه چهار ارگان، یعنی ما نظر ما وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت خارجه، ریاست امنیت ملی باید کاملا از این مسئله جدا باشه. اینا رو دوست داریم امنیتی ارگانو نوی باید ملی ارگانو نوی باید ما میگین ملی بس بریم به شایستگی، هیچ فرقی نمیکنه اگر پشتون است، اگر تاجیک، اگر ازبک، هزاره دیگه قومه، بالاخره دمی کشور شهروند نمی کشوره دیگه. ما ببینیم ابتدا می شایستگی در متاسفانه که تو نیست، یعنی ما موارد زیاده. اگر بخوایم من مثال بزنم، بدعا مثال میزنم، در گذشته ایت نبود، در قبل از حکومت ملی این قسم بود که وزارت دفاع یک برد داشت، انمی برد وزارت داخله هم این شکل، امنیت ملی چهار نفر بر هر پست پیشنهاد میکرد. بله همین چهار نفر طریقه همی بود که نفر اول هم انتخاب اول مانه، دوم دوم مانه، سوم سوم مانه، چهارم چهارم مانه. رئیس جمهور به طور معمول همیشه نفر اول انتخاب میکرد به خاطر از اینکه میگفت کمی خواست وزارت دفاع باز فردا اگر کدام مشکلی پیش بیاید وزارت دفاع میگه جناب رئیس جمهور من خود گفته بودم که انمی نفر بهتر شما نفر چهارم یا سوم انتخاب کردید. بی دوری ته نشد، نه خود رئیس جمهور من سرقومندان علای قوای مسلم افراد میخواد به سلیقه خود خو امتحان میگیره. من یک مرتبه دیگه گفتم یک کارت من زنگ زد گپ خوب نگفتی، من گفتم خوب از شما کی امتحان میگیره که به جنرالی میفهمیم یا نمیفهمیم که شما از جنرال امتحان میگیرین؟ شگنیه که یک شخصیت دانشمند فاضل در عرصه اقتصاد بعض مسائل سیاست، اما نظامی یک مسلک است، یک مسلک است، مثل اینکه شما پیلوت یک مسلک است، شما غیر پیلوت هیچ کس نمیتونیم بیاریم پشت یک تیاره بشون این یک هلیکوپتر همچنین یک تانکسته. نظامی هم یک مسلک است، باید چه 30% اینو به متقاعدین چیز دادن که 30% میتونیم شما نگاه کنین، 30% میتون نشد که بر مبنای ارزش ها نگاه باشه، بیشتر بر مبنای سلیقه و بسرا روابط شد. ولما دغه روابط تو جنرال سرش فرصت دیشته باشه، ببخشید فرصت دیشته باشه، ملیست من در میدان که 30% که تقاعد کرده از 30% 85% یا قومه خب، و اما می اگر ارتباطی داره با شما سعی کنیم در حالی که بیترین را، یعنی به خاطر دی که ما بتونیم نیروهای امنیتی خو ارگانهای کشفیت سخوره تیه بکنین، اینا رو دور از مسائل سیاست و سلیقه و قوم و زبان و ملیت و اینا بسنیم، فقط یک نقطه با بررسی باشیم که او به می وطن صادق باشه، وطن دوست باشه و مسلکی باشه. دغه تړختونو د مخې چې کومې ګمارنې شوې دي هغوی فساد ته هم ډېره لاره هواره کړې، د امنیتي ارګانونو کې پراخ فساد هم د دې لامل شوی دی چې دوی ظرفیت او هغه ډېر د امنیت په ګټه تمام نه شي د هېواد. څومره موافق هستی له دې نظر؟ خب ما فساد رد که نمی کنم، ما زیاد موافق نیستم به خاطر اینکه امیر نتونستن ارگانهای امنیتی باز کنن. اولا که تمام قراردادهای کلان از طریق تدارکات میشه، اگر کدام فساد هم هست خانه همونجی هست دیگه. کمشه خسند پولیس و برخو تراش جنرال سه بخن اغوالم ستاس خبرم ادا داده چه ده کابل طول یوزی او حتی پوستی او ده خرطیگی، یعنی ده پیسو پا بدل که خلق گمار لکیگی، چنگ بیا من تامر برودش من در قسمت پولیس زیاد اطلاع ندارم چون بیشتر هم سر کارم هم مامورلو بوده اطلاع دارم، اما چنین چیزایی هست، یعنی نمیتونیم شما منکر علی بشین که فساد نیست، یعنی فساد هم به اردو هست هم به پلیس هست، فساد هست.
اما امی فضا یک مقدار فساد کنترل کرده. به طور مثال در اردو معاشر امریکایی آمدن و تمام مصارف امریکایی آمدن، پول فیزیکی نمیدن، یعنی پول فیزیکی نمیدن. الان فساد به کجاست؟ فساد به افراد خیالی است، فساد به آشه است، فساد به کم دادن آشه است، فساد به معاشه است. در قسمت قرارداد کلان مال وزارت دفاع زیاد چیز نیست، فساد نیست. نه تنها وزارت دفاع بلکه وزارت های دیگر به شمول وزارت داخله. این آماده به تدارکات ملی دیگر اگه هست یا نیست مموجه هست. خیلی جنرال صاحب، افغانستان په جنگ کې یواد امنیتی وضعیت لورز بلی تا بطریگی، په دغه سی وضعیت کې موږ د دفاع وزیر نه لرو، د کورنۍ چارو وزیر نه لرو، د سرپرستانو د خوانه اداره کېږي، څومره منفی تاثیرات به دې لرو د امنیت په خرابي دوبنسته؟ خب قطعا شما وقتی که یک وزیر که از لحاظ قانونی با صلاحیت هستیم، رای از مردم رای گرفتیم، میتونین با یک اعتماد به نفس بیشتر از اون قابلیت ها و ظرفیت ها استفاده کنین. هرچند من جناب خالد از نزدیک میشناسم، شخصیت توانمندی هستند، من باور دارم که یک از انتخاب های خوب افغانستان به می سمت هستند. اما گفتتون کاملا دقیقه، امی خودش از لحاظ روی خود سرپرست احساس میکنه، همو اعتماد به نفسی که لازم هست امور نداره دیگه. ای بسیار تاثیر منفی داره. به خاطر امی فضای سیاسی کشورم همیشه تاثیر داره سر مسائل امنیتی و سر رخدادهای امنیتی. ثبات سیاسی هم بسیار ضعیف است، یعنی قدر پراکندگی سیاسی، قدر اختلافات سیاسی، قدر در هیچ وقت در طول امی 18-19 سال که ما و شما بعد از تحول 11 سپتامبر به وضعیت جدید قرار گرفتیم، هیچ وقت یکقدر فضا پر از تنش، پر از پراکندگی، پر از رویارویی، ای علیه ازی گپ بزنی، یعنی یکی از وظایف حکومت و دولت در مجموع در رأس رئیس جمهور اینه که بتونه این فضا رو کنترل کنه. کنترل فضا باز بسیار تاثیر میگذاره. یعنی وقتی شما یک وحدت ملی داشته باشیم، اجماع ملی داشته باشیم، این به معنی نیست که اختلاف نیست، حتی دو تا برادر هم یک خانه اختلاف داره، اما در منافع کلان ملی شما کنار هم دیگر باشین، روی امنیت تاثیر داره، روی صلح تاثیر داره، روی مورال تاثیر داره، روی جنگ تاثیر داره، حتی سر دشمن شما تاثیر مثبت میگذاره که روی ازور ضعیف میکنه. جنرال صاحب، تاسو مخ کې د یو ټکی ته اشاره وکړه، تاسو ول چې دغه سی بریدونه چې په کابل کې شوې ده، چې داخل نه همکاري نوي نشي پلانې ده او نشي ترسره کېده، یا دا مویل چې مشخصا د همدغه وروستي برید په تړاو کمکاري شوې ده، په دې سترګې نه پټېږي، خلکو سره د مکافاتو مجازاتو غوښتنه او پوښتنه ده چې ولې په دغومره موده کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، ولې مثلا که کمکاري شوي وي چا نه پوښتنه نه کېږي، یا هغه پنځم ستون که ورته ووایو داخلي کسان لاس لري، تر اوسه پورې یو پیدا نه شو، نه چا محکمې ته راکش کړه. امروی حکومت ما و شما با مردم ما و شما صادقانه نیست، یعنی همیشه کوشش میکنه یک چیزی پنهان بشه، در حالی که در سیستم های مردم سالاری مالکیت و اقتدار از آن مردمه. این رو تعویض میکنه برای رئیس جمهور و پارلمان و بخشایدگی دولت و حکومت. شما باید صادقانه خود از اینا برخورد کنین. هیچ موضوعی ما تا در این طول همین چند سال ندیدم که یک هیئت بره بردی پس به بگنی نواقص بود، این مشکلات بود، این آدم مقصر بود. یک وقت هم که مقصر کشیده شده، باید یک چند نفر که تا واسطه ندیش. همین حادثه 400 به سر ما شما مثال دادنم، کلان مملکت یک رنگ داری بود که سر فلانی ها متوجه باشین. یعنی یعنی چی؟ اگر عدالت هست، هر کسی که مقصر هست، هر کسی که گناه داره، من شما هر کسی هستیم باید برای محکمه. مکافات و مجازات نیست، یعنی واقعا نیست. اگر باشه دو مرتبه کندوز سقوط کرده، یک مرتبه هم داخل شدن سه مرتبه، خب بمی سه مرتبه همی یک آدم خب مسئول بود که به یک محکمه علنی، به یک محکمه اوریان چه هر وقت که بسیار فشار میه، باید یک چهار نفری که هیچ کس نداره محکم میگیرن که تو فساد کردی، بیایی محکمه علنی بگذاریم، فلان جنرال فلان وزیر. اما همو حلقه های اصلی فساد، حلقه های اصلی فساد
انوز همونطور با قدرت با توان هستند. وروستای پختره با جنرال صاحب د کابل د برید په تړاو خلکو لاریون کړی و، له دغه برید نه وروسته او د هغوی غوښتنه دا وه چې درې څلور ځلې په ګرین ویلج باندې حمله شوې ده او د هماغه ځي اوسیدونکو ته زیان اوښتی، پکې مالي او ځاني زیان دواړه وړي. د حکومت تل انتقاد په طالبانو باندې دا وي چې کله دوی په عملیاتو کې تلفات واوړي وي یا هغوی د خلکو په کورونو کې پناه اخلي، خلک د سپر په توګه کاری، فکر نه کوئ په دغسې ملکي استوګنو سیمو کې د دغسې تاسیساتو جوړول چې هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو دپاره مشروع اهداف دي او په وار وار بریدونه پرې کوي، دا هم په دې معنی نه ده چې حکومت او دغه بهرنیان چې دا کمپ یې جوړ کړی د خلکو تر شا یې پناه اخیستې ده او هلته یې ځان پټ. شاید ندارین که طالبان از سپر انسانی استفاده میکنن. من دمی کندوز به شما بگم، یکی از دوستای بسیار صمیمی مه که در اونجا بمجا بس امرش کب میزدون که میوزیت جنگ چطور است، گفت ما بیش از ده مرتبه تقاضای عملیات هوایی کردیم که بیانی چند آنویل هم کرا خانه ها هست بزن، همه تیاره میای دور میخونه باز نمیزنه، میگینا در کنار خانه ها هسته، یعنی ای رمی امی دوست بسار سبیمه که ما سر گپش اعتماد دارم. گفت شک ندارن که طالبا از سپر انسانی استفاده میکنن. در این حال از لحاظ نظامی وقت شما میفهمیم یک حادثه انفجار یا انتحار در یک سایه مسکونی یکقدر تلفات دوبار بیاره، از این منصرف باید بشیم، در حالی که میدانهای جنگ زیادی هست هم برای طالب هم برای دولت افغانستان که برای بجنگه، این که بخش طالب که در ایرسه واقعا یک جنایت انجام میدن، در بخش دولت باید دو کار بکنه. اولا که همینطور یک تیرستاتی کاسی پذیرن یک رونی دو رونی چندین مرتبه در این نقطه حمله میشه، اینا را از سایه مسکونی دور کنن دیگه. امکانات لری، پیسی لری، یک جای دورتر نزدیک یک قرارگاه عسکری، یک جایی که هم امنیتشون بهتر باشه، هم اگر همین تراکتور به طرف از اونا بره از 200 متری سر فایر کنم که تو چی میکنی پیش ما میایی، تو خود ما نمیشناسین، یا به اصطلاح همون قراول دو نفری اینا نگاه داره که اگه انفجار هم بده دو نفر صدمه ببینه، نه این دو تا. از طرف دیگه سه مرتبه به میگه مردم خسارت دیدن، خانه هاشون ویران شده، و تمام امکاناتشون از بین رفته، زخمی شدن، شهید شدن، باید خسارت پرداخت بشه. انمی مؤسسات انمی افراد کدمی هستن به مو کشورا گفته شه خواهد دقل بین امی کمک بکنین که می خانه خور امی آدم ترمیم کنه یا دکان خور تمام وسایل از بین رفته، حال شهیدای به جای زخمی ها به جای اینا که خدا روی شان شاد داشته باشه. من ندیر از یاد جنرال صاحب چراغلی بست، تشکر سلامت قدرمون لیدون کل تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره وای.